سازمان غیردولتی انگلیسی حمایت از کودکان در بیانیه اعلام کرد که تعداد مبتلایان به بیماری وبا در یمن 170 درصد افزایش یافته به طوری که تعداد مبتلایان به وبا که در ماه جوان 497 مورد بوده در ماه آگوست مرداد ماه به 1342 نفر رسیده است صندوق نجات کودکان همچنین گزارش داد که حدود 30 درصد موارد ابتلا به وبا در کودکان زیر 5 سال گزارش شده است این سازمان همچنین از نگرانی خود درباره سرنوشت 100 هزار کودک که از سوء تغذیه شدید رنج می‌بردند خبر داد در این بیانیه آمده افزایش موارد احتمالی ابتلا به وبا به یک روند کلی در سراسر کشور یمن تبدیل شده و از ابتدای سال جاری میلادی بیش از 23 هزار مورد مشکوک به وبا در یمن ثبت شده است دفتر امور انسانی سازمان ملل نیز اخیرا اعلام کرد که 4551 نفر در یمن به علت بیماری وبا جان خود را از دست دادند و یک میلیون و دویست مورد مشکوک به آن در بین فاصله زمانی آوریل 2017 فروردین ماه 1396 تا سپتامبر 2018 شهری و ماه 1397 گزارش شده است. سازمان ملل متحد در اواخر مرداد ماه امسال هشدار داد که یمن بعد از دو موج بیماری در سالهای 2016 و 2017 در برابر موج سوم آن قرار گرفته است. صندوق نجات کودکان با اشاره به اینکه از سرگیری جنگ در شهر الهدیده ترس این سازمان را مبنی بر عدم ایمنی فاضلاب‌ها و تأسیسات آبرسانی افزایش می‌دهد در خصوص خطر آسیب رساندن این تأسیسات بر ساکنان شهر خبر داد بر اساس گزارش سازمان ملل متحد از زمان آغاز درگیری ها از فروردین ماه 94 تا کنون ده هزار نفر جان خود را از دست دادن و باعث شده تا بدترین بحران انسانی جهان رقم بخورد این سازمان همچنین تاکید می کند که سه چهارم یمنی ها به کمک نیاز دارند و قحطی تمام مناطق را تهدید می کند. شایان ذکر است صندوق نجات کودکان یک سازمان بینالمللی خیریه است که به کودکان نیازمند کشورهای در حال توسعه کمک می کند. این سازمان در سال 1919 در بریتانیا تأسیس شد.